سلام و درود و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و گل بختتون، انشالله که بخیر باشه. دوستان، طبق معمول یک خبر فوری پخش شد که درسته در رابطه با تایید سوابق تحصیلی کلن همه افراد و کلن همه بچه ها و داوطلب های کنکور باید حتما حتما در واقع سوابق تحصیلی خودشون رو تایید کنن، اما مثل همیشه یه سری خبرهای ناقص و به قول معروف کوتاه کوتاه ممکنه به دستتون رسیده باشه که عملا یک فرد رو دچار استرس شدید و اضطراب میکنه. چون مثلا یه خبر یا یه بحثی که در رابطه با کنکور پخش میشه از 0 تا 100 باید همشو بدونیم. وقتی 20 تا 30ش حذف بشه، 60 تا 70ش حذف بشه، به قول معروف چجور براتون بگم، اون بحثی که میخواد به ما بده، اون نتیجهی که میخواد به ما بده متفاوت خواهد بود. اینطور نیست که بگیم معنی نمیده. چرا؟ معنی میده ولی متفاوت. به خاطر همون من اینجام که براتون به صورت کامل شرحش بدم که از استرستون کم بشه و عملا حتی نیازی هم به انجام هیچ کاری نباشه. پس لطفا تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. اولین مورد اینه که نوشته شده که داوطلبان کنکور برای تایید سوابق تحصیلی اقدام کنند. شرکت کنندگان در کنکور سال 1403 باید برای مشاهده و تایید سوابق تحصیلی اقدام بکنن که میتونن به سایت سازمان سنجش، یعنی mysanjesh.org برن و کار خودشون رو انجام بدن. خب این یک صحبتی بود و یه متنی بود که بچه ها سری گفتن وای دیدید گفتیم نیازمند تایید سوابق تحصیلی هستیم، تایید نمرات هستیم، ولی بچه اینطوری نیستش. یعنی یه جورایی باید شما رو روشن کنم توی این مورد. اونم به این صورت هستش که اولا خبرگزاری تسنیم اومده این مورد رو بیان کرده که اگه بخواید سوابق تحصیلی خودتون رو مشاهده بکنید میتونید وارد سایت مایسنجش بشید، ورود به حساب کاربری، آزمون سراسری و قسمت مشاهده سوابق تحصیلی. اما اگر موقع ثبت نام ترمیم، اینجا رو گوش کنید لطفاً، اگر موقع ثبت نام ترمیم ایجاد سابقه یا دیپلم تایید نکرده بودید این موارد رو، الان انجام بدید. ولی اگر تایید کردید نیازی نیست. از کجا بفهمم تایید شده یا نشده؟ ادامه این صحبت ها رو داشته باشید. پس اگه موقع ثبت نام تایید کردید الان نیازی نیستش. اگر شما با یک همچین تصویری روبرو هستید که الان این تصویر رو نشونتون بدم، اگر شما با یک همچین تصویری بذارید اینجا بیاد، این بهتره. میبینید دیگه پرداختی انجام شده و اینجا هم که علامت ویرایش زمان ثبت اطلاعات وجود داره که دوربین متاسفانه اینقدر چیزه نمیتونه فوکس بکنه. آها این بهتره باز. اگه یه همچین تصویری رو شما دیدید نیازی به در واقع تایید سابقه تحصیلی نداره، به خاطر اینکه قبلا انجام دادید و الان هیچ نیازی نیستش. اما اگر با همچین صفحه روبرون نشدید باید سوابق تحصیلی خودتون رو تایید کنید. حالا چطوری سابقه تحصیلی تایید بشه؟ فعلا به بچه ها پیام زدم برای اینکه کسی اگر سوابق تحصیلیش تایید نشده اطلاعات رو بفرسته که من آموزشش رو بذارم. حالا یا امروز و یا فردا براتون ویدیوی آموزشیش رو قرار میدم که دیگه به راحتی بتونید از تایید سابقه تحصیلیتون استفاده کنید. فقط حتما وارد سایت سنجش بشید و چک بکنید و ببینید آیا به قول معروف تایید شده یا نه. حالا ممکنه که موقع ادیت این عکسشو بذارم روی صفحه که دیگه واضح هم براتون مشخص بشه که سابقه تحصیلی شما آیا تایید شده یا نه، و اگرم یه موقع نذاشتم دیگه توی گوشی براتون نشون دادم که احتمالاً بذارم، مشکلی از این بابت برای شما وجود نداره. در کل بچه دمتون گرم، موفق و معید باشید. یا علی.